به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. آرایش نظامی ترکیه در مرز سوریه و نگرانی ها از سرنوشت کردها پس از خروج نیروهای آمریکا. آیا دست ایران در منطقه بازتر می شود؟ در ادامه برنامه، ورود دو چهره ضد پاکستان به کابینه اشرف غنی، وزرای جدید دفاع و کشور افغانستان معرفی شدند. دوشاقگی اصلاح طلبان ایران در برابر دولت، حمایت برای حفظ شرایط موجود یا انتقاد از عملکرد روحانی. اقتصاد جهان در سالی که گذشت، برگزیت، اعتراض‌ها به اصلاحات اقتصادی در فرانسه و جنگ تعرفه‌ها میان چین و آمریکا. سلام، شبتون بخیر. من نگین شراقی هستم و من کسرا ناجی. واکنش‌ها به اعلام غیرمنتظره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که از دونالد ترامپ دلگیر است که رسم همپیمانی را به هم زده. ترکیه نیرو و تجهیزات نظامی جدید به مرزهای شمالی سوریه فرستاده. آقای ترامپ ساعتی پیش با همتای ترکیه‌اش تلفنی صحبت کرد و میگوید که خروج نیروهای آمریکایی با هماهنگی به تدریج و آرام با هماهنگی ترکیه خواهد بود. نوام چامسکی، متفکر چپ، از دولت آمریکا انتقاد کرده که با این کارت کردها را تنها رها کرده. ایران خوشحال از اینکه آمریکا خارج می‌شود، اما اسرائیل میگوید که خروج نیروهای آمریکایی تأثیری در برنامه‌های احتمالیش برای آنچه که مقابله با تهدید ایران می‌خواند نمی‌گذارد. امشب تلاش می‌کنیم که تصویر روشن‌تری از چینش سیاسی و نظامی منطقه ارائه کنیم و با کمک خبرنگاران و کارشناسان به این سوال پاسخ بدیم که آیا آینده منطقه آرام‌تر خواهد شد. اول گزارش ببینیم از فیروز اکبریان. اعزام کاروان نظامی تازه ترکیه به جنوب به سمت مرز با سوریه. کاروانی از تانک‌ها، خمپاره‌اندازها و اتوبوس‌هایی که تکاوران را به استان خطای ترکیه می‌برند. ترکیه هنوز واکنشی به گزارش‌ها در این باره نشان نداده، اما حرکت تازه تنها سه روز پس از تصمیم غافلگیر کننده رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود. برای مدتی طولانی با داعش در سوریه جنگیدیم. در دو سال گذشته که رئیس جمهوری بودم، حملاتمان را به داعش سرعت بخشیدیم. به آنها حسابی ضربه زدیم. ما سرزمین‌های در کنترل آنها را پس گرفتیم و حالا وقت بازگشت سربازانمان فرا رسیده است. تصمیم دونالد ترامپ انتقادهایی هم در میان متحدان آمریکا داشت، هم در واشنگتن. یکی از آنها مخالفت علنی برت مک‌گرگ، نماینده سابق ویژه رئیس جمهوری آمریکا در ائتلاف جهانی علیه داعش. او در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ استعفا کرده بود. امروز در رقه داعش برای تصرف وجب به وجب خاک سوریه می جنگد. آنها همچنین تلاش می کنند مناطقی که در شرف از دست دادنشان هستند را حفظ کنند. آنها برای بقا می جنگند. سفر رئیس جمهوری ایران به ترکیه همزمان با تصمیم تازه واشنگتن درباره جنگ سوریه. خروج نیروهای آمریکایی خبری خوش برای دو رهبر است. فرصتی برای گسترش نفوذشان در سوریه. رجب طیب اردوغان میگوید که میخواهد به جنگ سوریه پایان دهد و صلح را برقرار کند. اما او هدفهای دیگری هم میتواند داشته باشد. یگانهای مدافع خلق یا یپگه که بیشتر در شمال سوریه مستقر هستند، کسانی که دوشادوش نیروهای آمریکایی با داعش جنگیدند، کشتند و کشته شدند. آنکارا آنها را تروریست می‌داند. با خروج حدود 2000 نیروی آمریکایی از سوریه، آنها در سایه ترس از حمله احتمالی ترکیه روزها را خواهند گذراند. تهران هم از تصمیم واشنگتن استقبال کرد. وزارت خارجه ایران گفت که ورود و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه از ابتدا اشتباه، غیرمنطقی و تنش‌زا بود. اما سیاست تازه واشنگتن در قبال سوریه خوشحال دیگری هم داشت. رئیس جمهوری روسیه که می‌تواند از همکنون به تحکیم مواضعش در سوریه فکر کند. آیا حضور نیروهای آمریکایی ضروریه؟ فکر می‌کنم نه. اجازه بدید فراموش نکنیم که حضورشون مشروع نیست.
بنابراین آمریکا تصمیم درستی برای خروج نیروهاش از سوریه گرفته. اما تصمیم آقای ترامپ احتمالاً به مذاق نخست وزیر اسرائیل خوش نیامد. تصمیم آمریکا برای خارج کردن 2000 نفر از نیروهاش از سوریه تغییری در سیاست‌های همیشگی ما ایجاد نمی‌کنه. ما به اقداماتمون علیه تلاش‌های ایران برای تثبیت حضور نظامیش در سوریه ادامه میدیم و اگر نیاز باشه ما حتی عملیاتمون رو به سوریه هم می‌کشونیم. رجب طیب اردوغان پیشتر گفته بود که عملیاتش علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه را عقب می‌اندازد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که شماری از نیروهای ترکیه امروز با عبور از مرز وارد خاک سوریه شده اند. 4 سال پیش گروه دولت اسلامی بخش وسیعی از سوریه و عراق را در کنترل داشت. داعش اما به مرور سرزمین‌های اشغال شده را در این دو کشور از دست داد. تا جایی که این گروه حالا تنها 1% آنچه قبلا در اشغال داشت را کنترل می‌کند. بعضی کارشناسان خروج آمریکا از سوریه را به فال نیک می‌گیرند و معتقدند این اقدام از پیچیدگی شرایط کم می‌کند. بعضی دیگر در مقابل نگرانند که این کار منجر به بروز ناآرامی‌هایی شود که سودش را گروه داعش خواهد برد. گروهی که شکستش پیشتر جشن گرفته شده بود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد از بغداد همراه ماست. نفیسه، کمی بیشتر برای ما باز کن. فیروزم در گزارشش اشاره میکنه که اصل ماجرای حضور آمریکا بحث داعش بود. الان در منطقه به چه شکلی هست و آیا این نگرانی که با خروج آمریکا داعش دوباره قدرت میگیره نگرانی درسته؟ نگین، درسته که داعش سرزمین‌های خودش را از دست داده و الان زمین خاصی را در دستش نداره، به خصوص بعد از اینکه حجین در آن طرف مرز سوریه مقابل شهر قائم عراق رو هم نیروهای کرد با حمایت آمریکا پس گرفتن همین چند روز پیش. اما دقیقاً همون چند روز پیش ما به قائم سفر کردیم، شهر مرزی عراق در مرز سوریه، که نیروهای آمریکایی اونجا پایگاه و توپخانه دارن، توپخانه جدیدی که راه انداختن همراه نیروهای فرانسوی، و میتونم اجازه بگم که شب و روز داشتن در حال شلیک بودن. در 4-5 روزی که ما با اونها بودیم تقریبا میشه گفت هیچ ساعتی نبود که شلیک نداشته باشن، به خاطر اینکه بیشتر اتفاقا این طرف مرز، یعنی نیروهای عراقی در این طرف مرز مواجه بودن با حمله های گاه و بیگاه گروه های مختلف کوچیک یا بزرگ داعش. گرچه تعداد نیروهای داعش الان کمتره و زمین هم ندارن، اما همچنان میتونن خطر ایجاد بکنن. ما اینجا تقریبا میشه گفت هر 2 روز یک بار میشنویم که در یک ایست بازرسی یا در یک نزدیکی پایگاه نیروهای امنیتی عراق گروهی از نیروهای داعش حمله کردن. اگر نگاه بکنیم به خود عراق، در بخشی از عراق هنوز تعداد زیادی از نیروهای داعش موندن. تعداد هنوز مشخص نیست، ولی تخمین زده میشه که مثلا حدود 2000 نفر در حوالی هویجه و کرکوک و حتی مناطق صعب العبور سنجار هستن در داخل تونل ها، برای همین عملیات علیه اونها صورت نگرفته. پس میتونن هنوز خطرزا باشن برای نیروهای امنیتی به خصوص. اگر به حضور ایران در سوریه نگاه کنیم، ایران همیشه میگه حضور ما مستشاری، هم به هر حال نیروهای در زمین اونجا هستن. الان وضعیت اونها چطوره؟ بحث الان بر سر این نیست که دیگه چه کسانی نیرو دارن یا چه کسانی ندارن. یک استراتژی رو ایران داشت پیش میگرفت و هنوز هم به نظر میاد داره دنبال میکنه، و اون به امن کردن یک راه استراتژیک و لوجستیک بین تهران تا بیروته که از عراق میگذره، به دمشق میره و به بیروت میرسه. این مسیر رو ما خودمون بخشیش رو رفتیم، با نیروهای آمریکایی هم اتفاقا رفتیم، برای اینکه خیلی جالبه که در اون منطقه نیروهای آمریکایی و نیروهای تحت حمایت ایران تقریبا میشه گفت با فاصله خیلی کمی از هم قرار دارن، چه در این طرف مرز عراق و چه در اون طرف در خاک سوریه. حالا اینکه نیروهای آمریکایی از اون بخش خاک سوریه بیان بیرون چقدر میتونه دست ایران رو باز بکنه یک مسئله دیگه است، اما همچنان نیروهای آمریکایی رو نباید فراموش بکنیم که دقیقاً بر سر همین مسیر
پایگاه دارن و پایگاهشون رو دارن بست و گسترش میدن و تقریبا میشه گفت فاصله چندانی با نیروهای تحت حمایت ایران ندارن، اما نیروهای تحت حمایت ایران هم به هر حال قدرت ویژه‌ای دارن و تونستن بخش بزرگی از این مسیر رو تحت اختیار خودشون بگیرن. و جالب این که حتی انتظار میره اگر نیروهای آمریکایی از سوریه بخوان بیان بیرون، دقیقاً از همین مسیری میگذرن که در تحت کنترل نیروهای تحت حمایت ایران هست. ممنونم نفیسه کوهنورد خبرنگار ما که از بغداد همراه ما بود. احمد هاشمی پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میزوری از واشنگتن آمریکا همراه ماست. آقای هاشمی، در همین لحظاتی که داریم صحبت می‌کنیم جزئیات بیشتری از مکالمه تلفنی میاد که بین آقای ترامپ ساعتی پیش با آقای اردوغان انجام شده. آقای ترامپ و آقای اردوغان به نظر بر سر برنامه خروجی با هم توافق کردند که به گفته حالا کاخ سفید و کاخ ریاست جمهوری ترکیه قراره که نگذاره خلأ قدرتی در سوریه ایجاد بشه. میشه حدس‌زد چه برنامه‌ای ممکنه باشه؟ برنامه این هست که در واقع امریکا همونطور که خودتون اشاره کردین به شکل تدریجی از اونجا از مناطق شمال شرقی سوریه که در واقع با کردها اونجا رو در واقع اونجا کردها اونجا در کنترل خودشون دارن از اونجا عقب نشینی کنه. و خب میدونیم که ترکیه حداقل مثلا به طور مثال شرق فرات رو نمیخواد که کردها درش حضور داشته باشن و با توجه به این وضعیت جدیدی که مشاهد هستیم ممکنه از این هم فراتر بره و با توجه به این که پیده رو نیروهای کردی رو ترکیه بخشی از در واقع شعبه سوری پکاکا میدونه به عنوان یک گروه تروریستی، ممکنه در اونها در عمق اون مناطقی که اونها حضور دارن بخواد پیشروی بکنه. خب با این ترتیب چه بر سر کردها میاد؟ مثلا دولت مرکزی سوریه فکر نمی‌کنید واکنش نشون میده؟ چون این منطقه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم باید تحت تمامیت ارضی سوریه است هنوز. ببینید، دولت آقای ترامپ نگاه منفعت گرایانه و ماکیاولیستی داره، یعنی یک نگاه که از ریال پولیتیک سرچشمه نشأت می‌گیره و ایشون براش تاریخ مصرف کردها تمام شده، یعنی دیگه در واقع در اون معادلات عمده‌ای که داره، اون تصویر بزرگتری که آقای ترامپ مد نظرش داره، ترکیه به عنوان یکی از اقتصادهای یکی از 20 اقتصاد برتر دنیا به عنوان یک کشوری که در جایگاه از ژئواستراتژیک به خصوصی قرار گرفته در منطقه میخواد که روابط نزدیکی با ترکیه داشته باشه و کردها رو کنار بزنه. و در این راستا ما میبینیم که به طور مثال برای 3 تن از رهبران پکاکا جایزه تعیین کرده و اقدامات دیگری که در راستای نزدیکی و در واقع به دست آوردن دل ترکیه و آقای اردوغان انجام داده. در نتیجه ما شاهد این خواهیم بود به احتمال زیاد که با توجه به اینکه دولت‌های ایران و روسیه هم بسیار شرف زده و خوشحال هستن از اینکه در واقع اون مناطق رو امریکا داره ترک می‌کنه، این خوشحالی باعث این خواهد شد حداقل در کوتاه مدت مقابله یا مخالفتی با ترکیه صورت نگیره و در واقع روسیه میتونه از اهرم فشاری که داره برای دولت بشار اسد استفاده بکنه که این موضوع مورد مخالفت شدید قرار نگیره. البته که در طولانی مدتی میتونه مشکلزا باشه و اگر دولت مرکزی ترکیه سوریه، دولت بشار اسد در همین روالی که قرار داره و داره موقعیتش تحکیم و تقویت میشه، ممکنه در آینده مخالفتاش بیشتر بشه و ممکنه خب ترکیه وارد تعامل بشه و اون بخش‌هایی رو که در واقع تحت کنترلش داره به دولت مرکزی سوریه، البته تحت یک شرایطی، واگذار بکنه که این یکی از شرط‌های اصلیش میتونه این باشه که اونجا کردها به ویژه کردهای وابسته به پکاکا جایگاهی نداشته باشن. اگر به شما اشاره کردین که آقای ترامپ سیاست‌گذاری‌هاش مبنای ماکیاولیستی فکر می‌کنه و مبنای به هر حال رئالیستی روابط خارجی رو نداره، اگر در این شرایط مثلا ترکیه بخواد که از یه حدی بیشتر پا پیش بگذاره، این چیزی هست که در مورد آقای اردوغان بارها دیدیم که
امتحان میکنه مرزهاش رو. فکر میکنید در اون شرایط برای ایران چه اتفاقی میفته؟ چون تا اینجای کار ایران به نظر خوشحال میاد، برنده خودش رو میدونه. ببینید در کوتاه مدت برنده اصلی ترکیه هست و بازنده اصلی کردها هستن، ولی در بلند مدت به نظر میاد که این ایران هست که برنده هست، به این دلیل که خب ترکیه الان یک بخش محدودی از خاک سوریه رو در کنترل خودش داره و میتونه حالا یک بخش‌های دیگه‌ای رو به این اضافه بکنه، ولی ما میدونیم که در بلند مدت این دولت سوریه هست که خودش رو در واقع اون حاکمیتش رو به دولت‌های ایران و روسیه مدیون هست و اینها هرچی بیشتر دامنه نفوذ خودشون رو گسترش خواهند داد، به ویژه ایران که خب اونجا حضور نظامی و فیزیکی داره برخلاف روسیه که حضورش محدود هست به یک سری پایگاه‌های هوایی که اونجا داره. در نتیجه در بلند مدت این در راستای خاص جمهوری اسلامی هستش و همین الانش هم جمهوری اسلامی بسیار خوشحال است از این قضیه. بله ممنونم. احمد هاشمی، پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میزوری. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدهیم. بانک مرکزی ایران مقررات جدید پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت را به بانک ها ابلاغ کرده. بر اساس این مسببه سود این سپرده ها به صورت ماهانه حساب می شود. پیشتر سود این حساب ها روزانه تعیین می شود و بانک ها حتی در صورت تغییر میزان سپرده سود روزانه به سپرده گذاران می دادن. در این مسببه حد اکثر نرخ سود برای سپرده های کوتاه مدت سالانه 10% تعیین شده. استاد دانشگاه در آلمان محمد واسط درازهی نماینده سراوان در مجلس ایران رو به کپی کردن یک مقاله علمی متهم کرد. پروفسور ولفرام بوگارد استاد دانشگاه فرایبورگ آلمان در صفحه فیسبوکش نوشته که مقاله‌ای که آقای درازهی به نام خودش منتشر کرده از روی دو مقاله‌ای که او با کمک دو همکارش نوشته کپی شده. آقای بوگارد لینک مقاله ها رو برای مقایسه در صفحه فیسبوکش قرار داده. بیشتر انتشار ویدئویی از دعوای آقای درازهی با یک مامور گمرک ایران جنجال برانگیز شده. شورای شهر تهران در گزارشی گفته که در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف تخلفات گسترده‌ای در مؤسسه همشهری صورت گرفته. این گزارش میگوید در سال 94، سه سال پیش، 136 پست غیرقانونی در این مؤسسه ایجاد شده. شورای شهر تهران مدعی است که اکثر معامله های این مؤسسه از جمله واگذاری حق توزیع روزنامه بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده. گزارش شورای شهر تهران برای بررسی تخلفات صورت گرفته به قوه قضاییه ارسال شده. وکیل رضا خندان همسر نسرین ستوده از آزادی آقای خندان و در نتیجه پایان اعتصاب قضای خانم ستوده و همینطور فرهاد میثمی در زندان خبر داده. آقای محمد مقیمی که وکیل آقای میثمی هم هست گفته که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام آقای خندان و آقای میثمی برگزار شده و پس از آن آقای خندان با قرار کفالت آزاد شد. یکی از خواسته های آقای میثمی برای شکستن اعتصاب قضای طولانی اش آزادی آقای خندان بود. خانم ستوده هم در حمایت از اعتصاب قضا کرده بود. رئیس جمهوری افغانستان دو نفر از رؤسای پیشین اداره امنیت کشور را که به ضدیت با طالبان و پاکستان معروف هستند به سمت‌های وزیران دفاع و کشور منصوب کرده است. محمد اشرف غنی امرالله صالح را به عنوان وزیر داخله و اسدالله خالد را به عنوان وزیر دفاع معرفی کرده. پیش از این ویس احمد برمک وزیر داخله و طارق شاه بهرامی وزیر دفاع بودند. ارگ ریاست جمهوری گفته که وزرای جدید به خاطر تجربه امنیتیشان در این پست‌ها گماشته شدند. این دو نفر برای اینکه به صورت رسمی وزیر شوند باید تایید مجلس نمایندگان افغانستان را بگیرند. جزئیات بیشتر از علی حسینی از کابل. هر دو چهره که زمانی رئیس اداره امنیت ملی افغانستان بودند ضد سیاست‌های پاکستان شناخته می‌شوند. حدود 6 سال پیش اسدالله خالد رئیس اداره امنیت ملی آن زمان هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و به شدت زخمی شد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین اعلام کرد که حمله در پاکستان برنامه‌ریزی شده
اسلام آباد، اما آن را رد کرد. امرالله صالح هم از سرسخت ترین مخالفان سازش با طالبان است. او زمانی گفته بود که امریکا برای سرکوب طالبان باید پاکستان را بمباران کند. ما با تروریست‌های درگیر هستیم که او طرف یک زیربنای حمایتی در داخل پاکستان دارند و پاکستان اراده سیاسی برای از بین بردن از اونا ندارد. ارگ ریاست جمهوری در حال این دو نفر را در حساس‌ترین پست‌های امنیتی گمارده که وضعیت امنیتی نسبت به گذشته وخیم‌تر شده و طالبان که گفته می‌شود نظامیان پاکستانی با آنها در ارتباط هستند، دست کم سه بار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان دیدار کردند. دیداری که ظاهراً دولت آقای غنی چندان از آن خرسند به نظر نمی رسد. حالا در حالی که میدان جنگ همچنان گرم است، ارگ ریاست جمهوری گفته به خاطر تجربه امنیتی این دو نفر مدیریت مهمترین نهادهای امنیتی را بر عهده آنها گذاشته. این در حالی است که حدود 4 ماه به پایان عمر دولت آقای اشرف غنی باقی مانده و قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. امین الله حبیبی، سخنگوی پیشین نیروهای آیسف، نیروهای چند ملیتی در افغانستان، از کابل با ماست. آقای حبیبی، شما این انتصاب‌های امروز رو چطور دیدید؟ ببینید، مسئله اساسی و مشکل اساسی در افغانستان مسئله مدیریت جنگ بوده تا حالا. یعنی یکی از عواملی که جنگ در افغانستان گسترش پیدا کرده و نیروهای مخالف دولت مناطق زیادی رو در تصرف خودشان داشتن، مشکل مدیریت جنگ بوده و به همین خاطر به نظر من شاید یکی از انگیزه هایی که آقای غنی تصمیم گرفتن که این دو شخصیت رو در این دو پست معرفی بکنن به همین خاطر بوده که کار عمل رو در صحنه جنگ در و امنیت در داخل افغانستان به دست بگیرد. من فکر میکنم که این دو چهره که معرفی شدن هر دوتا تجربه خوبی در زمینه امنیت دارن، مشکل امنیتی افغانستان رو میدانن، عقبه های این جنگ رو میدانن و میدانن که این جنگ ریشه‌اش در کجا است و بنابراین به نظر من اگر اختیارات تامی به اینا داده شود و اینا بتوانند از اختیارات تامی برخوردار باشند، می توانند ابتکار عمل رو در صحنه‌های جنگ به دست بیارند. فکر میکنید پس در پیشبرد جنگ این تصمیم آقای غنی میتونه موفق باشه؟ فکر میکنم که اگر اختیاراتی به اینها داده شود، اجازه بدهند که اینها آن طور که میخواهند در صحنه های جنگ و تجربیات خودشان استفاده بکنند و با مخالفین مقابله بکنند، به نظر من ما تغییراتی رو در صحنه های جنگ خواهیم دید. این را اضافه کنم که هستند که موضع ضد پاکستانی دارند و موضع ضد مخالفین و طالبان، یکی از انگیزه های دیگر شاید این بوده که در مذاکراتی که انجام شد در امارات عربی متحده، نیروهای مخالف با نماینده دولت افغانستان یا نمایندگان دولت افغانستان و این به احتمالاً آقای غنی از چشم پاکستان می‌بینند، بنابراین چهره‌هایی رو انتخاب کرد که به نحوی پیامی هم به پاکستان و متحدین منطقه‌ای طالبان داشته باشد. خب ببینید، از یه طرف صحبت از این هست که تقویت بشن نیروهای امنیتی برای مقابله با طالبان، از طرف دیگه خب این روند مذاکرات پیش گرفته شده، این تصمیم و این انتصاب هایی که امروز اعلام شد، خب تأثیر مثبتی بر شق دوم در روند مذاکرات نخواهد گذاشت؟ ببینید، مسئله اساسی این است که اگر آن کسی میتواند در مذاکرات پیام خود رو داشته باشد، جایگاه خودش رو داشته باشد و بتواند خواسته های خودش رو به کرسی بنشاند که در میدان های جنگ بتواند ابتکار عمل رو در دست داشته باشد، به نظر من تبلیغ زیادی میشه که مخالفان جای زیادی رو نزدیک به نصف افغانستان رو در کنترل خود دارن. این ورق باید تغییر بکنه، این
ابتکار باید در دست دولت افغانستان قرار بگیرد، و اگر دولت افغانستان بتواند از صحنه های نظامی و همچنین امنیتی، به خصوص که آقای صالح وزیر داخله شده، وزیر داخله میتواند از بمب‌گذاری ها حملات انتحاری جلوگیری بکند. اگر این عرض کنم که پیشرفت ها صورت بگیرند، احتمالا دولت افغانستان میتواند در زمین های صلح هم دست با قدرت ظاهر شود. ولی این انتصاب ها میتونه نوعی کارشکنی در مذاکرات صلح تلقی بشه. به نظر من ابتکار عملش در دست ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه طالبان هست، و فکر میکنم که اون مذاکرات روند خود رو طی خواهد کرد. این با ابتکار دولت افغانستان پیش نرفته، و من فکر میکنم که دولت افغانستان کار درستی میکند که بتواند ابتکار عمل رو در صحنه های نظامی در داخل افغانستان به دست بگیرد. اگر هم این مذاکرات به جایی برسد، یعنی به نقطه‌ای برسد که مخالفان و متحدینش در منطقه بخواهند که وارد پروسه صلح شوند، در آن صورت در میدان‌های نظامی هم حداقل دولت افغانستان خواهد تواند بعداً وارد مذاکرات صلح شود و آنها زیاد امتیاز خواهی نکنند در این مورد. آقای حبیبی، هستن کسانی که میگن این انتصاب‌ها، آقای غنی با نیم نگاهی به انتخابات این انتصاب‌ها را انجام داده، شما موافقید؟ در این شکی نیست که انگیزهای زیادی میتواند و میتواند برای آقای غنی باشد، ولی آنچه که مهم است حداقل تأثیرش در صحنه های امنیتی است که به نظر من برای افغانستان خوب است، چون این دو چهره های هستند که تجربه بسیار خوبی دارن و در زمینه مدیریت جنگ احتمالا موفق خواهند بود. خیلی ممنون آقای حبیبی. امین الله حبیبی، سخنگوی پیشین نیروهای ISAF، نیروهای چند ملیتی، از کابل با ما بود. متشکرم. اصلاح طلبان که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ایران حامی جدی حسن روحانی بودند، حالا موازی متفاوت دارند. عده‌ای از آنها در واکنش به انتقادهای گسترده از عملکرد سیاسی و اقتصادی دولت به جمع منتقدان پیوستند، هرچند بعضی دیگر از آنها میگویند که همچنان باید از دولت حمایت کرد تا شرایط بدتر نشود. در میان از خود اصلاح طلبان هم انتقاد میشه که باید پاسخگوی عملکردشان در پدید آمدن شرایط موجود باشند. در این باره گفتگویی خواهیم داشت، اما پیشتر گزارش ببینیم از مجید خیام‌دار. حسن روحانی با سلامی دوباره به رهبر جریان اصلاح طلب برای دومین بار پای در کارزار رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. و با تکرار حمایت محمد خاتمی از او دوباره انتخابات ریاست جمهوری را برد. این شمایید که باید تکرار کنید، تکرار رأی به روحانی عزیز برای تقویت امید به آینده بهتر. ولی حالا روابط دولت روحانی و اصلاح طلبان جور دیگری است. بارها چهره‌های مختلف اصلاحات از این جریان عذرخواهی که کردن، خیلی هاشون حتی تبری هم جستن از این که مثلا موافق عبور از روحانی هستی شما در شرایط فعلی؟ چرا؟ برای اینکه فکر نمی‌کنم وضع بهتر. انتقادهای عمومی از آقای روحانی از همان اوایل دوره دوم ریاست جمهوریش رو به افزایش گذاشت، و بعضی از آنهایی که به او رأی داده بودند اظهار پشیمانی کردند، اما بعضی دیگر گفتند که باید به او فرصت بیشتری داد و نباید از تغییر وضع موجود ناامید شد. اما گذر زمان شرایط را نه تنها بهتر نکرد، بلکه اعتراض‌ها را بیشتر کرد، هم از او هم از اصلاح طلبان حامی‌اش. در جریان اعتراض‌های دی ماه گذشته علیه عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت و حکومت، شعار عبور از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا تنین انداخت. بعضی از چهره‌های اصلاح طلب با موضع‌گیری‌هایی علیه معترضان، خشم آنها از اصلاح طلبان را تشدید کردند. حالا بسیاری از حامیان سابق حسن روحانی، از جمله بعضی از اصلاح طلبان، شاکی‌اند که آقای روحانی به اکثر وعده‌هایش عمل نکرده. نیاز به همه دولت و حامیانش میگویند که دولت هر کاری که میتوانسته کرده، و اگر وعده ای عملی نشده به خاطر این است که خارج از توان دولت بوده. ولی بسیاری از منتقدان دولت میگویند که خود دولت هم بد عمل کرده و اراده کافی برای پیگیری وعده هایش را نداشته، از جمله در جهت باز کردن فضای سیاسی و احقاق حقوق شهروندی، و در مواردی به گفته آنها فضا حتی امنیتی تر از گذشته شده.
سعید حجاریان گفته که آقای روحانی به بسیاری از وعده‌هایش یا نخواست یا نتوانست عمل کند و از خودش عبور کرد و به همین خاطر بعضی از اصلاح طلبان از او فاصله گرفتند. ولی رئیس دفتر حسن روحانی گفته که روحانی به همه وعده‌هایی که مربوط به دولت بوده عمل کرده و پیگیر تحقق بقیه وعده‌ها هم هست. محمود واعظی گفته که دولت با اصلاح طلبان به قول او تندرو رابطه خوبی ندارد. در این میان خود اصلاح طلبان هم هدف انتقادهای درونی و بیرونی بودند. عبدالله نوری از مردم عذرخواهی کرده. او گفته نیروهایی که به واسطه جریان اصلاحات توانستند به درون حاکمیت راه پیدا کنند باید برای تحقق اهداف اصلاح طلبی، دفاع از حقوق شهروندی و کاهش آلام مردم قدمهای ملموسی برمی داشتند. ولی در مجموع نقطه خیلی روشن و امیدوار کننده ای نمی بینند. مجید خیام‌دار، بی بی سی. اما برای بررسی بیشتر این موضوع مهمانان ما حسن زیدآبادی، اسدی زیدآبادی فعال سیاسی از تهران و همینطور از مشهد محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار همراه ما هستند. آقای زیدآبادی، شما یک جای در منظر عمومی نوشتید که از روند کنونی ناامیدید. چرا؟ ببینید، در رابطه با وضعیتی که الان آقای روحانی در واقع عمل کردش برای اصلاح طلبان داشته و جریان اصلاح طلبان رو در واقع عمل کرده ایشون تضعیف کرده، بنده هم همینجور که گفتم در واقع فکر میکنم که ما باید یک عذرخواهی به مردم انجام بدیم، اونم از این بابته که شاید در موقعی که میخواستیم از آقای روحانی به ویژه در سال 96 حمایت بکنیم، یک مقداری باید بیشتر و اساسی تر بر روی اصول اصلاحات دموکراتیک در واقع پایفشاری می‌کردیم تا آقای روحانی امروز در واقع اینجوری علارغم وعده‌های خودش عمل نکنه و آقای واعظی چون این حرفی رو تا به اصلاح طلبان نزنه. در واقع اینها احتمالاً توجه هستند که اگر همین شعار یا حسین می حسین و حمایت‌های آقای خاتمی و اونایی که بهشون میگن اصلاح طلب تون رو وجود نداشت، قاعدتا اگر کسی به خاطرش باشه در ایام چند هفته مونده به انتخابات دور قبل ریاست جمهوری، همه نظرسنجی ها نشون میداد که آقای روحانی شانسی برای پیروزی در مرحله اول نداره. آقای روحانی به طور آگاهانه این شعله انتخابات رو بالا برد و حرف هایی زد که امروز معلوم میشه که در واقع صداقتی در اونها نبوده و شاید بشه از تعبیر یک نوع تدلیس سیستماتیک استفاده کرد برای اینکه آقای روحانی شعارهای تندی داد که حتی اصلاح طلبان تعجب کرده بودند و به اون طریق انگار فقط رأی جمع کرد و بعداً خودش رو بی‌نیاز از اصلاح طلبان و جامعه مدنی و هواداران خودش. بله، بذارید آقای جوادی حصار ببینم برای شما چه جوابی دادن، چون میدونم که شما معتقد همچنان با پشت آقای روحانی ایستاد. من معتقدم که ضرورت‌ها و شرایطی که ما را رساند به اینکه از آقای روحانی در هم مرحله اول و هم دوره دوم ریاست جمهوری حمایت بکنیم همچنان باقی‌اند. یعنی اگر ما از آقای روحانی حمایت نمی‌کردیم، باید تصور بکنیم که آقای رئیسی و بقایای دولت آقای احمدی نژاد الان کشور رو داشتن مدیریت می‌کردند و نمیخوایم بگیم که به آتش میکشیدن، ولی تکرار دوره احمدی نژاد بود. حالا شاید بهتر میکردن از احمدی نژاد، شاید بدتر، ولی تصور این که اصلاح طلبان بتوانند در دولت غیر از حسن روحانی، یعنی در دولت آقای رئیسی ایفای نقش بکنند یا اصلا دولت آقای رئیسی و بقایای احمدی نژاد بتوانند کشور رو به سمت آرامش ببرند، تقریبا دور از ذهن بود. هیچ کس تصور نمیکرد که در اون شرایط بین آقای رئیسی و بین آقای روحانی ما تردیدی داشته باشیم برای انتخاب آقای روحانی، اگرچه انتقادهای زیادی داشتیم و داریم. بنده و خیلی از دوستان ما در اردوگاه اصلاح طلبی از ابتدا گفتن ما باید حمایت منتقدانه از آقای روحانی داشته باشیم. حمایت منتقدانه یعنی این که ما حمایت میکنیم که تیم مقابل ما به قدرت نرسه. آقای روحانی حائل بوده بین ما و اون تیم و از این طرف انتقاد میکنیم به آقای روحانی برای اینکه جامعه مخاطب ما تصورش این نباشه که ما در وضع هر آنچه اتفاق میفته در حوزه دولت رو تایید میکنیم. اما با این سیستمی که شما تعریف کردید، آقای روحانی هر کاری بکنه شما بازم پشتش خواهید بود، یعنی نتیجه عمل کرده آقای روحانی در تصمیم شما در حمایت از او هیچ تأثیری نداره.
نه اینجوری نیست، ما الان کلی داریم انتقاد میکنیم به آقای روحانی. ما در مقطعی که از آقای روحانی حمایت کردیم برای این بود که او اتفاق نیفته، یعنی دفع یک خطر جدی کردیم با رأی دادن به آقای روحانی. الان اگر از آقای روحانی حمایت میکنیم نمیگیم سیاه و سفید، مطلقا دولت روحانی رو سیاه نمیبینیم، مطلقا هم سفید نمیبینیم. ما جایی که کار خوبی بکنه حمایت میکنیم، اونجا که کار خوب نکنه به وعدش عمل نکنه، در حقوق شهروندی رو ضایع بکنه، در شفافیت که از اصول رفتارهای اصلاح طلبان است بله نداشته باشه در عمل سیاسیش، خب انتقاد میکنیم بهش. آقای زیدآبادی بذارید بحث رو بسپارم به آقای زیدآبادی. آقای زیدآبادی شما کجا از مرز انتقاد گذشتید و فکر کردید که نباید حمایت بشه از آقای روحانی؟ ببینید این که گفته بشه ما اگر هر جایی سیاه و سفید نمیبینیم، این طبیعتاً در مورد هر دولتی هست. یک آدم منصف هیچی رو سیاه و سفید نمیبینه. به هر حال ما با هر دولتی همین رابطه رو خواهیم داشت، خوبی ها رو باید بگیم، بدی ها رو باید بگیم، اما مسئله این یک موضع سیاسی یک جریان نمیتونه باشه. ببینید ما باید با مردم با صداقت برخورد بکنیم. ما در سال 92 بله برای اینکه عبور بکنیم از یک فضای امنیتی و فضای تحریم‌های به شدت خورد کننده و سایه جنگ، آقای روحانی رو به هر حال توازن قوا بین جنبش سبز و حاکمیت سر کار آورد برای پروژه برجام. ما در دور دوم انتظار این نداشتیم که بخوایم از فضای امنیتی به فضای سیاسی منتقل بشیم، انتظار این داشتیم که از فضای سیاسی به فضای قانونی منتقل بشه فضای سیاسی ایران، در حالی که آقای روحانی پس از روی کار آمدنش به طور جدی به حقوق اساسی و قانون اساسی در واقع میشه گفت بی توجه بوده. اما گزینه شما چه هست آقای زیدآبادی؟ اصلا حساب کنید که بپذیرید و شما بخواید از آقای روحانی عبور کنید. آقای جوادی اسار گفتن شما اگر به مبنای اصلاح طلبی در ایران باور داشته باشید باید نظام رو همون طور که هست بپذیرید، در گزینه هایی که نظام در اختیار شما میگذاره بین آقای روحانی هست و آقای رئیسی، کجا فضا دارید که مانور بدید اصلاح طلبی بپذیرید؟ معنای اصلاح طلبی اینه که نظام رو با وضع موجود نپذیریم، اما متاسفانه اصلاح طلبان به بخشی از وضع موجود تبدیل شدن. ما الان به طور روشن نمیتونیم بگیم که اگر با توجه به اینکه دیگه برجام رو هم از دست دادیم، نمیتونیم بگیم که اگر آقای رئیسی رئیس جمهور شده بود قطعا وضع از این بدتر بود. این رو دیگه واقعا هیچ کس من فکر نمیکنم بتونه به قطعیت بگه، چون که به هر حال الان آقای روحانی دولتش در واقع یک سازمانی هست که فقط برای پرداخت حقوق برای یک سری مسائل گمرکی و اینهاست، عوارض میگیره و توضیح میکنه، هیچ پلن سیاسی نداره برای فضای سیاست خارجی، برای سیاست داخلی، برای آزادی‌های بیشتر، و فقط در چارچوب یک نوع تعاملی با تیم آقای لاریجانی اینها هستند که می‌بینیم به قانون اساسی هم عرض کردم خدمتتون ضربه زدن. در واقع ایشون همراهی می‌کنه با پروژه‌ای مثل هیئت عالی نظارت که در واقع نقش مجلس رو کم می‌کنه، سپردن اختیارات در واقع دولت به قوای سگانه، در بحث بودجه ایشون خلاف قانون اساسی عمل میکنه و داره یک نوع تغییرات قانون اساسی در ایران انجام میشه بدون اینکه این رو به مردم اعلام بکنن و بدون اینکه آقای روحانی متوجه باشه که ادعای حقوقدانی داره و سوگند خورده که به همین حداقل ها باور داشته باشه. نهایتاً میخوام بگم که اگر میگیم که آقای باقی مانده های آقای احمدی نژاد، خب این الان همین الان هم هست در چارچوب دولت، کسانی که هستن میدونن که همین الان هم همون افراد هستن، تغییر چندانی نداشته. اصلاح طلبان ما برامون فرد مهم نیست، رویکردهای اصلاح طلبانه که یک افق دموکراتیک رو ترسیم میکنه در دولت آقای روحانی به طور آگاهانه کنار گذاشته شده. سپاسگزارم. آقای جوادی حصار. من پروا دارم از این که به گونه‌ای سخن بگم که مدافع دولت آقای روحانی تلقی بشم. من یکی از منتقدین جدی دولت آقای روحانی و یکی از منتقدین رویکرد اصلاح طلبان به شیوه مواجهه با آقای روحانی بودم. توی سایت هم نوشتم که من به آقای خاتمی عرض کردم که اگر میخواید از آقای روحانی حمایت بکنید حدود و ثغور این حمایت رو تعریف کنید. اینجور نباشه که بعداً به ما بگن اصلاح طلبان بدون قید و شرط حمایت کردن و متاسفانه
من از این رنج ببرم که پاره از دوستان ما در حوزه اصلاح طلبی یا از این ور پشت ما میافتن یا از اون طرف. اون روزی که ما انتقاد میکردیم که آقا بدون قید و بند نباید از حمایت از روحانی حمایت کرد، میگفتن ما هیچ معاهده‌ای با روحانی نبستیم، باید همینجور مطلقا حمایت بکنیم. الان که میگیم آقای روحانی رو در برابر جریان‌های مقابل اصلاحات باید ازش حمایت بکنیم، اونقدری که میتوانیم حمایت بکنیم، نه اینکه بگیم هر کاری روحانی میکنه خوبه، اونقدری که میتوانیم دولت روحانی رو به عنوان یک حامی و یک سد در برابر هجوم اون تندروهای افراطی اصولگرا قرار بدیم. اینجا میگن که حالا باید از این طرف بیفتیم و از این طرف بگیم ما این به دولت به مردم خیانت کرده، به مردم دروغ گفته. من نمیگم که آقای روحانی خیلی مدینه فاضله درست کرده و نمیگم که خیانت کرده، و این که بگیم آقا دولت آقای روحانی به مردم خیانت کرده بی انصافی است، چون شما جریان مقابل آقای روحانی رو دست کم گرفتید. اما آقای جوادی حسار قبول ندارید که اصلاح طلبان اگر بخوان که در فضای سیاسی ایران حضور داشته باشن، با توجه به شرایطی که الان در اینجا هست، لازم نیست راجع به بحران ها به جزئیات وارد بشم، لازم دارن که حمایت مردمی رو کسب کنن. و حمایت مردمی بدون اینکه تا زمانی که اصلاح طلبان نیان خط کشیاشون رو با آقای روحانی مشخص کنن با سیاست‌های اقتصادیش، خیلی جاهامون گروهایی که شما میگید حرفی میزنن که ممکنه منطقی باشه، یا شما دارید 0 و 1 میگید که بعد چون مخالف آقای روحانی ان گروهایتون رو باشون مخالفت کرد، یه خورده عجیب به نظر میاد این استدلالتون. نه من نمیگم که باید صرفا با اونا ما اتفاقا بسیار از اصولگرایی که الان دست از اون تمامیت‌خواهی‌های قبلی برداشتن داریم باشون کار میکنیم و دعوت میکنیم به همکاری. بحث بنده اینه که ما در حوزه رفتار اصلاح طلبی نباید صفر و صدی نگاه کنیم. اصلاح طلبان نباید یه دفعه از این طرف بیفتن یه دفعه از اون طرف بیفتن. ببینید ما با اقتدارگرایی که یک رفتار ضد اصلاحاتیه باید مبارزه کنیم، چه در کسوت اصلاح طلبی، چه در کسوت اصولگرایی و یا در بی‌کسوتی. در هر شکلی میخواد حضور پیدا بکنه باید با اقتدارگرایی و تمامیت خواهی مبارزه کنیم. این تمامیت خواهی رو یک عده از اصلاح طلبان خودشون قیم اصلاح طلبان میدونن. آخه یه عده از این برادرای ما فکر میکنن هر تصمیمی که اینا بگیرن همه جامعه باید بگن خیلی خوب. اینا یه بار اومدن گفتن آقای معین رو بیاریم، گفتیم نکنید، لش کردن جامعه رو کشیدن به انحراف. یه وقت اومدن از آقای میرحسین موسوی حمایت کردن، الانم که هنوز حاضر نیستن اسم از کروبی ببرن. هر موقع شعار بده و هم میگه تا ما نگفتیم میرحسین موسوی. بابا این سیاسفید بازی ها رو باید بذارید کنار. آقای جوادی حساد، چون واقعا فرصت باقی نمونده، من حرف شما رو گرفتم، فکر کنم آقای زیدآبادی هم متوجه هدف منظور شما شدن. آقای زیدآبادی اگر در کمتر از یک دقیقه جواب بدید. بله، من فقط توضیح بدم که اون برادرانی که آقای جوادی حساد گفتن، در واقع منم انتقادم به همون هاست. من خودم عضو ستاد آقای کروبی بودم، در انتخابات با آقای کروبی رای دادم، در همون جبهه بودم، ولی من مجموعه جنبش سبز رو عرض میکنم. اینم میدونم که نقطه صفر و صد نیست، اما به هر حال اصلاح طلبان آبروی خودشون رو گذاشتن و ما امروز میبینیم که آقای نوری، آقای حجاریان، تمام این کسانی که به صفت اصلاح طلبی سالهاست شناخته میشن، اینها صداشون در اومده، انتقاد میکنن و میگن ما یک حمایتی کردیم و این حمایت خیلی کوتاه. از وقت شما میخوام استفاده کنم. عذر میخوام آقای. از وقت شما میخوام استفاده کنم. ببینید آقای حجاریان یک روز میگه تقلب شده، یک روز میگه تدبیر سیاسی شده. امروز میگه ما نباید در انتخابات اگه میخوام چانه زنی از پایین بکنیم و فشار از بالا، چانه زنی از بالا فشار از پایین، با انتخابات رقم نمیخوره. با این الگوی آقای جوادی حساب حالا جامعه یعنی عدم مشارکت. خب با چی جایگزینش بذاریم ما؟ یک دو جمله آقای زیدآبادی، مجبورم بهتون وقت بدم ولی واقعا وقت برنامه به پایان رسیده. مسئله این نیست که ما باید چی کار بکنیم اگر این کارو نکنیم. این دیگه یک استراتژی تمام شده است. ما میتونیم به جامعه برگردیم، ما لزومی نداره در حاکمیت باشیم در حالی که اختیارات نداریم ولی مسئولیت داریم. این به نظرم دیگه یک بازی شکست خورده است که ما به این شکل در ساختار سیاسی ایران فعال باشیم. بله. و فقط بخوایم از مردم انتقاد بشنویم ولی هیچ اختیاری برای فعالیت هامون نداشته باشیم. کسانی که خودشون اصلاح طلب معرفی میکنن یک کاسبی رو داشته باشیم. حسن زیدآباد، اسدی زیدآبادی فعال سیاسی، محمد صادق جوادی حصار از مشهد، ممنون از هر دوی آقایون. سال 2018 میلادی در حالی به پایان خود نزدیک میشود که اقتصادهای بزرگ جهان در سیاست داخلی خود درگیر مسائل عمده‌ای هستند.
این موضوع نه تنها بر عملکرد اقتصاد بین الملل در سال گذشته اثر داشته، بلکه برآوردها یکی از ادامه اثرگذاری در سال پیش روی میلادی هم هست. شیدا هوشمندی مروری کرده بر تحولات اقتصادی سال 2018 میلادی. تحریم اقتصادی، ناآرامی، تنش تجاری و بیم از آینده بازارها. سال 2018 سال سنگینی سایه سیاست بر سر اقتصاد جهانی بود. بدهی‌های فزاینده، بازارهای جهانی متلاطم و سرمایه در حال فرار از اقتصادهای نوظهور. به نظر می‌رسد زنگ خطر به صدا درآمده. سال 2018 سال مذاکرات بی‌امان بر سر برکزیت بود. در این سال رشد اقتصادی بریتانیا کند شد. قرار است سال آینده میلادی برای بریتانیا سال خروج از اتحادیه اروپا باشد، شاید حتی بدون توافق. فقط تعرفه ها بالا نمی روند، بلکه یک سری از قوانین از اعتبار خواهند افتاد. آن وقت باید برای واردات کالاهای اساسی هم تقلا کنیم. فرانسه در سال 2018 صحنه تلاطم سیاسی بود. تظاهرات در فرانسه ریشه تاریخی دارد و چیز غریبی نیست، اما اعتراض‌های اخیر ویژه بودند. منشأ مشکلات اقتصادی و اختلاف طبقاتی، محرک شکاف بین سیاستگزار و مردم. رئیس جمهوری جوان فرانسه به دنبال اصلاح اقتصادی بود، اما مردم نه. سیاست‌های مکرون برای کوچک کردن دولت باعث شد مردم او را رئیس جمهوری ثروتمندان بنامند. مخالفان مکرون حالا دیگر می‌دانند که اگر سر و صدا کنند و مردم را به خیابان بیاورند، او عقب نشینی خواهد کرد. این سنت فرانسوی هاست که برای مقاومت در برابر اصلاحات مردم را به جوش و خروش ترغیب می‌کنند. رفرم در فرانسه کار خیلی دشواری است. شرایط فعلی دقیقاً همانی است که مکرون نمی‌خواست تکرار شود. سال 2018 شاهد تیره شدن تدریجی روابط دو اقتصاد بزرگ جهان بود. سال رو به پایان است، اما جنگ تعرفه‌ای بین امریکا و چین تازه اوج گرفته. رئیس جمهوری بزرگترین اقتصاد جهان می‌خواهد دور امریکا دیواری از سیاست‌های درون‌گرایانه بکشد. آمریکا تمایل دارد چین را بیش از پیش محدود کند. معنای این رفتار برای دنیای تجارت این است که جدای مسئله تعرفه‌ها که شاهدش بودیم، ویژگی‌های سرمایه‌گذاران در چین هم تغییر خواهد کرد. در جنگ تجاری واشنگتن پکن، پای ایران هم به میان آمد. وقتی که یک مدیر ارشد شرکت چینی هواوی بازداشت شد، شرکتی که متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها علیه ایران در سال 2018 رویدادی تأثیرگذار در ایران و جهان بود. تهران در آستانه 3 سالگی اجرای برجام به نقطه پیش از توافق بازگشته. نشریه اکونومیست پیش بینی می‌کند که در سایه تحریم‌های جدید، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی -3.4% باشد و نرخ تورم 16.5%. ما 81 کشور را برای سالنامه ویژه اکونومیست بررسی می‌کنیم و ایران یکی از دو کشوری است که بر اساس برآوردهای ما اقتصادش در سال آینده میلادی کوچک خواهد شد. کشور دیگر ونزوئلا است، یک اقتصاد نفتی دیگر. ونزوئلا دیگر اقتصاد نفتی است که در سال 2018 در بحران فرو رفت. البته بحرانی بسیار عمیق‌تر. در این سال نرخ تورم ونزوئلا به 1,000,000% رسید. رویدادی که هم سابقه در تاریخ اقتصاد جهان. حالا حکومت چپگرای ونزوئلا در آستانه 20 سالگی با یک بن‌بست سیاسی اقتصادی و بحران اجتماعی مواجه است. محبوبیت عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاران در سالی که گذشت به دنبال قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، افت چشمگیری داشت. موضوعی که در کنفرانس اقتصادی ریاض به خوبی به چشم آمد. برآورد می‌شود 90 میلیارد دلار سرمایه در سال 2018 از عربستان خارج شده.
سال میلادی در حالی به پایان میرسد که بحرانی دیگر برای اقتصاد امریکا پیش بینی میشود. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد میگویند رشد بزرگترین اقتصاد جهان کند خواهد شد. دلایل متعددی برای نگرانی وجود دارد. نخست و مهمتر از همه بالا رفتن نرخ سود بانکی است. دوم اینکه هیجان مقطعی بعد از کاهش مالیات فروکش خواهد کرد و سوم اختلاف‌هایی که نه فقط با چین که با کشورهای دیگر هم وجود دارد. اینها بر اقتصاد فشار می‌آورند. بنابراین پیش‌بینی ما این است که در پایان سال آینده میلادی آمریکایی‌ها نگران این باشند که بحران جدید چه زمانی رخ می‌دهد. سال در حالی به پایان می‌رسد که انتظار نمی‌رود سال بعد هم بهترین سال برای اقتصاد جهان و بازارها باشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دهه 60 و دهه 70 در ایران مجموعه زیر گنبد کبود خوب یادشونه. در این مجموعه یک شخصیت دوست داشتنی بود به نام آقای حکایتی با بازی بهرام شاه محمد رو که برای بچه‌ها قصه میگفت. مطمئن نیستم تو هم البته اون وقت یادت باشه کسی. نه خیلی. یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. توی جنگل میمون شیطونی که خیلی بازیگوش بود زندگی میکرد. ایرج طهماسب و راضیه برومند در دو فصل نویسندگان این مجموعه تلویزیونی مخصوص کودکان بودند. موسیقی ماندگار این مجموعه هم ساخت بهرام دهقانیار است. اخیراً انتشار گسترده ویدیویی از حضور آقای شاه محمدلو در جشنواره قصه‌گویی در شبکه‌های اجتماعی یاد آقای حکایتی را زنده کرده. بهرام شاه محمدلو، برنامه‌ساز تلویزیون از تهران همراه ماست. آقای شاه محمدلو، خوش اومدید به برنامه. من و کسرا در مشتاق هستیم که حرفای شما رو بشنویم. آقای شاه محمدلو، خیلی ممنون، لطف کردید که تشریف آوردید. میخواستم بپرسم میتونید چند کلمه‌ای به ما بگید در مورد اهمیت قصه گفتن برای بچه‌ها؟ سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شما. بله، قصه گفتن انقدر مهمه، انقدر ارزش داره که باید برای هر کودکی قصه گفت بدون ابزار و هزینه است. فقط قصه گو خیلی مهمه که دارای تجربه و دانش و شعور قصه گویی باشه. هر بچه‌ای باید آموزش داده بشه که قصه بگه. اول قصه خودش رو بگه، کوتاه کوتاه، بعد درباره هر چی که در اطرافش ببینه قصه بگه، بعد روابط ساده با حیوانات و گیاهان رو در موردشون قصه بگه، بعد هم با افراد نزدیک، خانواده، دوست و و و ساده قصه بگه تا بتونه اون چی که در زندگی بزرگتریش میبینه رو حس کنه و به راحتی و با شفافیت عنوان کنه. تو این مسیر انسان متعادل بودن خودش رو پیدا میکنه تا بزرگتری. ما ادبیاتمون، تاریخمون، سنتمون، ادبیات کلاسیکمون و همه اقوامی که تو این کشور زندگی میکنند پر از شخصیت‌های دوست داشتنی و با روحیه شجاعت و انسانیت هستند که در جنگ با نیروهای اهریمنی سرآخر پیروز میشن. فردوسی بزرگ خودش یکی از اصلی ترین منابع شخصیت پردازی و یکی از قصه گوهای تاریخ کهن ماست. ماجراسازی در طول چندین قرن در کشور عزیزمون رو به کلام، به شعر، به زبان آورده. قصه گویی انقدر اهمیت داره که اولین واکنش بچه توی پیام هایی که به اطرافش میفرسته است. آقای شاه محمدلو، یک اتفاقی که افتاد در تو این دار، الان که من دارم صدای شما رو میشنوم انقدر نوستالژیک ماجرا برام، برای اینکه این صدا صدای کودکی های ما بود در اون زمانی که خیلی اتفاق خاصی در ایران نمی افتاد. تنها وسیله‌ای که ما سرگرم می‌شدیم و وارد دنیای دیگه باهاش می‌شدیم صدای شما بود. می‌خوام ولی شما کارهای تلویزیونی بسیار انجام دارید، کار موفق زیاد انجام دارید. حسش چیه که هنوز حتی وارد یک سالن میشید شما رو با نام آقای حکایتی میشناسن؟
البته یه نکته رو قبلش عرض کنم خدمتتون که اتفاقا اون موقع اتفاق زیاد می افتاد در کشور و به همین دلیل بود که کارهای متعدد و متنوعی هم ساخته می شود. ولی در مورد این سوالتون یک جوری این قضیه، این شخصیت، این کاراکتر که از لابلای این ماجراها و قصه ها بیرون آمده، هویت پیدا کرده، مستقیما با عاطفه و خاطره و قلب بچه ها سر و کار داشت و ارتباط برقرار میکرد. بچه های اون موقع، بزرگترهای الان، بخشی از بزرگترها در واقع، و چون که عاشقانه و صادقانه این ارتباط برقرار میشد حقیقتا و همجوری بیواسطه و صادقانه و عاشقانه وارد وجودشون شده و خب زمان که میگذره تداعی میکنه و باعث میشه که اون ساده ترین کلمه‌ای که به یادشون بیاد آقای حکایتی باشه. ممنونم بهرام شاه محمدلو، آقای حکایتی کودکی های ما. منم متشکرم از شما. دو روز پیش در تهران در 21مین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی که در مرکز آفرینش فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، هزار با خواندن آهنگ مجموعه زیر گنبد کبود از بهرام شاه محمدلو تجلیل کردند. 60 دقیقه امشب رو با تصاویری از این مراسم به پایان میبریم. شب و روزتون خوش. الان یه مراسم نکوداشت میخواییم برگزار بکنیم و میخواییم با هم دیگه ترانه یکی بود یکی نبود رو همه با هم بخونیم. یک، دو، سه. یکی بود یکی نبود دیده بوم برای کبود رو به روی بچه ها قصه رو نشسته بود قصه بود قصه بگو از کنار قصه ها قصه های رو نشان قصه ها